اسطوره‌هایی رو که این از تو کتاب مقدس بیرون کشیدن. مثلا عرض موعود میگه این منطقه مال خودمون مال بابامون هم بوده، باید هم برگردیم. کسی حرفی داره؟ چرا تو کتابمون نوشته؟ مثلا سفر پیدایش 17:7-11، من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با فرزندانت نسل اندر نسل برقرار میکنم. من خدای تو هستم و خدای فرزندانت نیز خواهم بود. تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن غریب هستی تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. میگه اینجا حضرت حق به حضرت ابراهیم گفته این کنعان مال کیو؟ تو و بچه هات. همین الان سرزمین کنعان در دست فرزندان اسماعیل ابراهیمه. ابراهیم علیه السلام هست یا نیست؟ بله هستش. کی؟ مسلمان. من فرزندان حضرت ابراهیم نیستن؟ تو هستن. تو با چه حقی میگی فرزندان ابراهیم فقط از اسحاق؟ سفر اعداد 14:20-33، به حضور پرجلالم که در زمین که زمین را پر کرده است سوگند یاد میکنم. خدا به جلال خودش داره قسم میخوره که هیچ کدام از آنانی که جلال و معجزات مرا در مصر و در بیابان دیدند و بارها از توکل نمودن و اطاعت کردن سر باز زدند، حتی موفق به دیدن سرزمینی که به اجدادشان وعده داده هم نخواهد شد. هر که مرا اهانت کند سرزمین موعود را نخواهد دید. هر که مرا اهانت کند سرزمین موعود را نخواهد دید. بر مبنای این آیه شما هیچگاه نباید چه شده به سرزمین موعود بیفته، چون بیشترین اهانت ها به خدا در همین کتاب. خدا که خسته میشه، خدا که پشیم، خدا که گریه میکنه بعد از اینکه معبد سلیمان خراب میکنه، ناراحت میشه، اشک میریزه. بیا ببین، میگه ای داده بیداد به دست خودم قوم خودم رو بدبخت کردم، ای داده بیداد به دست خودم عبادتگاه خودم رو خراب کردم. کتاب ارمیای نبی 11:1-11 میگه اهالی یهودا و اورشلیم علیه من طغیان کردند. خدا میگه آنها به گناهان پدرانشان بازگشتند و از اطاعت من سر باز میزنند. ایشان به سوی بت پرستی رفتند. هم اهالی یهودا و هم اسرائیل، دو سبت پایینی شدن یهودا، اسم کشوری که تأسیس کردن، ده سبت بالایی اسرائیل. هم اهالی یهودا و هم اسرائیل عهدی را که با پدرانشان بسته بودم شکسته اند. پس چنان بلایی بر ایشان خواهم فرستاد که نتوانن جان سالم به در ببرن. الان ما جنبش هایی داریم در میان یهودیان، علی خصوص یهودیان ارتودکس، مثل جنبش های نتوریکارتا یا ستمار. این جنبش ها کاملا مخالف بحث عرض موعودن. میگن عرض موعود اینجا نیست، بهشته، و اون سرزمینیم که بهتون وعده داده شده شما نمیرید، چون شما گناه کردید، عهد و شکستید، امکان نداره پاتون برسه. تا آمدن ماشیح بن دیوید یعنی منجی، شما پاتون نباید به اونجا برسه. رفتن به اونجا گناه کبیره است. نامه نوشتن زمانی که اسرائیل میخواست تأسیس بشه 60,000 نفر، 60,000 خاخام نامه نوشتن به سازمان ملل که بابا این مبنایی که دارن میارن، این اسطوره‌ای که ساختن کتاب مقدس غلطه. اسرائیل شاهاک در کتاب تاریخ و دین یهود و سنگینی 3000 ساله خودش، اسرائیل شاهاک یهودی شد، میگه عرض موعود بر گستره 7 کشور واقع شده، در حد فاصل نیل تا فرات، از دشت‌های تورس تا کرانه حوضه رود مارات، واقع در شمال شرقی ترکیه و در جنوب از خط عقبه تا بصره ترسیم شده است. چشم‌پوشی از آن به هیچ وجه ممکن نیست. این یک پیمان است و تا تحقق آن تلاش‌های اینها ادامه خواهد یافت. یا مثلا طرح پیشنهاد اتحاد سیاسی عملی در قبال مرزهای توراتی در از سوی آریل شارون در کنگره حزب لیکود در ماه می 1993 میلادی تبیین میشه. میگه باید اسرائیل را به مرزهای توراتی ببریم. مرزهای توراتی رو براتون عرض کردم. اسرائیل شاه گفت 1985 ایران هم بهش اضافه شد، بخش نفتخیز ایران. خاخام جوزف گود آلیا خاونسر در کنگره یهودیان آمریکا در ماه می 1948 میگه من معتقدم که مردم یهودی باید برای مهاجرت به فلسطین تحت فشار قرار گیرن. این یک برنامه جدید نیست. این رویه قبلا و در گذشته نزدیک نیز اعمال گردیده بود. باید یهودیان دنیا برای عزیمت و استقرار در فلسطین قانع گردن. برای عملی ساختنی تر باید به جای تغییر سیاست جامعه یهودی و آسوده خاطر سازی یهودیان بدون سرزمین، آنها را در سرزمین های محل اقامت آنها تا حد ممکن دچار سختی و مشقت نمود. میگه اگه تو عراق بمبگذاری کنید اینا بترسن که باشن بیان اینور.
در فرایند این اپ سازمانی چون هاگانا که یهودیان را دچار نگرانی کند میتواند به وجود آید. باید رفاه و راحتی به وجود آمده برای یهودیان کاهش یابد. در مورد اینکه یهودیان خارج از اسرائیل چه باید بکنند نباید از آنها سوال شود. چیزی که باید به با آنها گفته شود این است که آنها مردمی بیمار هستند. هایریش کالیشر یکی از نظریه پردازان بازگشت یهودیان به اسرائیل اعلام داشته بود که استقرار تعداد زیادی از یهودیان در سرزمین مقدس اشغالی شرط آمدن مسیح است. خب شما اینو میبینید، این طرف جریان میبینید، در بین مسیحی ها هم یک شاخه است به عنوان اوینجلیسم که کاملا با این دسته چی هن؟ همخوانی دارند. اینو به شما بگم، اسرائیلیا بخوان برخلاف اوینجلیست های امریکایی عمل بکنن، کمک های مالی قطع میشه. جدی به تو میگم، یعنی یهود، ببین جریان کابالایزم برای اینکه بتونه بره به سرزمین مقدس یک مخالف بزرگی داشت به اسم مسیحیت. برای اینکه بتونه اینو حل بکنه رفت مسیحیت رو یه شاخه تحریف کرد. ببین برنامه‌ریزی رو خدا وکیلی نگاه کن، رفت یک شاخه در مسیحیت به وجود آورد به اسم ایونجلیسم که اونها از دل خود مسیحیت بگن آره بر اومدن مسیح باید اینو برگردن. در مکاشفات یوحنا 16:16 و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی هار مجدون می‌خواندند فراهم آورند. میگه از نشانه‌های ظهور مسیح این است، بنی اسرائیل را باید در منطقه هار مجدون آرماگدون چیکار کنن؟ جمع بکنن. مکاشفات یوحنا گفته، کتاب دینی گفته فلان. حالا یوحنا پیغمبر بوده؟ نه خیر. جری فالول از بانیان این مکتب میگه که هر کس واقعا به کتاب مقدس ایمان داشته باشد مسیحیت و کشور نوظهور اسرائیل را به گونه جدا ناپذیر و مرتبط با یکدیگر میبیند. تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 از دید هر مسیحی که به کتاب مقدس ایمان دارد تحقق یافتن پیشگویی های دو عهد قدیم و جدید است. میگه هر کی بخواد جلو اسرائیل بیسته موجب منحل شدن اسرائیل بشه جلو ظهور رو گرفته. طرحشون هم اینه، یهودیان از سراسر جهان باید کتاب مقدس هم گفته ردخورم نداره، هیچ کس هم جلوش نباید وایسته، هر کی وایسته کافره، در مقابل کتاب مقدس حذفت هم میکنن. مثلا اسحاق رابین چی شد؟ بحث صلح بین فلسطین ها و اسرائیل رو مطرح کرد. خود اسرائیلی‌ها اینو دوست داشتن. کدوم یکیشون؟ لایکاشون. چی میگفتن؟ میگفتن خب با ما امنیت اون حفظ بشه. ارتودکساشون که میگفتن باید جمع بشن و نباید در مقابل انسان، و ایونجلیستا با هم به اجماع رسیدن. ایونجلیستا کار کردن، طراحی کردن، برنامه ریزی کردن. ایگال امیر اومد ترور رو انجام داد. نکته جالبش اینه که خود اسحاق رابین به صورت مشکوک در بیمارستان مرد. یعنی بعدها هم حرف بر این بود که اسحاق رابین چی شده بهش نرسیدن. دست ایونجلیستا تو کار بود. یعنی حمایت‌های مالی، حمایت‌های تسلیحاتی، همه جوره که امروز تو اسرائیل شما دارید می‌بینید توسط ایونجلیست‌هاست. میگن باید اسرائیل رو قوی نگه داریم که در مقابل کشورهای مسلمان چی بشه؟ یک توازن قدرت به وجود بیاد. بعد این هی خون مسلمان‌ها رو بریزه. این ظلم هی باید صورت بگیره، 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 بگیره تا جنگ آتیشش برافروخته بشه. بعد اینا بزنن همدیگه تیکه پاره کنن تا مسیح بیاد. یهودیان یک، یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره از رودخانه نیل تا فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود. دو، یهودیان باید مسجد الاقصا را تخریب نموده و به جای این معبد بزرگ یا هیکل را بنا نمایند. سه، روزی که یهودیان مسجد را منهدم می‌کنند جنگ نهایی مقدس آرماگدون به رهبری غرب آغاز می‌شود و تمام جهان نابود خواهد شد. چهار، روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود تمام مسیحیانی که به دنبال عملی نمودن خواسته های مسیح هستند در این جنگ مقدس شرکت می‌کنند. آنها مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می‌شوند و از آنجا همراه مسیح نظاره‌گر نابودی جهان خواهند بود. در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح در حال دستیابی به پیروزی است مسیح ظهور خواهد کرد و او را شکست می‌دهد و حکومت جهانی خود را بر بیت المقدس برپا خواهد داشت و معبدی خواهد ساخت به جای مسجد الاقصا و مسیحیان و یهودیان قبل از جنگ او را اطاعت خواهد نمود و محل حکومت جهانی خود خواهد. شش، دولت صهیونیست، دولت اسرائیل با کمک غرب مسجد الاقصا را نابود خواهد کرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس بر عهده آنان است. هفت، این حادثه پس از سال 2000 میلادی حتما اتفاق خواهد افتاد. بعد از سال 2000 میگه شروع شده، بعد این کار انجام بده. قبل از جنگ آرماگدون رعب و وحشت بر دنیا
چیره خواهد گشت. همین آیه اولیور کرامول میگه که حضور یهودیان در فلسطین زمینه رو برای آمدن دوباره مسیح آماده خواهد ساخت. یعنی ببین از کی اینا میگفتن یهودی باید برن فلسطین، چند صد سال قبل از اینجا. جان لاک که میشناسیدش، بله الحمدلله پدر لیبرالیسم هستن ایشون، درسته؟ بعضی ها نمیفهمن جوامع مخفی و سر، چون یهود رو نشناخته، دشمن شناسی رو نشناخته، گیر اینا میشه. ببینید آقای جان لاک چی میفرماد. جان لاک در کتاب تعلیقات بر رساله پولس قدیس میگه پروردگار قادر است که همه یهودیان را در کشوری واحد جمع کند و آنان را در میهن خود، در میهن خود، در رفاه و شکوفایی قرار دهد. آقای جان لاک اینو گفته. اسحاق نیوتن که مستحضر هستید، شرف حضور دارن خدمت شما. در کتاب ملاحظاتی درباره پیشگویی‌های دانیال و مکاشفات یوحنای قدیس میگه که یهودیان به وطنشان باز خواهند گشت. نمیدانم چگونه این کار را انجام خواهد شد. باید بگذاریم زمان این امر را تفسیر کند. اما باید بازگردند. نیوتن. ژان ژاک روسو از رهبران فراماسونر انقلاب کبیر فرانسه. ایشون هم نظریه داره در مورد اسرائیل. خیلی جالبه. ما انگیزه های درون در کتاب امیل 1762 میلادی، ما انگیزه های درونی یهود را هرگز نخواهیم شناخت مگر اینکه ایشان صاحب کشوری آزاد باشند و خود مدرس و دانشگاه هایشان را اداره کنند. آقای کانت رو که میشناسید انشالله. من ایشون هم میفرماید یهودیان را فلسطینی هایی میدانم که در میان آلمان ها زندگی میکنند. یعنی اینا باید برگردن کجا؟ فلسطین. پس اینها شما میبینید توی خط فلسفی ورود پیدا میکنن، توی خط فیزیکدان طرف، ریاضیدان اومده بره توی این زمینه نظریه داده، از تمام جهات اینا رو زدن. آقا این اسطوره کتاب مقدس شکل گرفت.